انه خير و ناصر و معين الحمد لله ثم و والسلام على رسول الله و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله با عرض سلام و ادب و احترام ادامه مباحث مربوط به مفهوم شرط و خدمت شما عرض می کنم و در این زمینه مباحث از قبیل اینکه جمله شرط جمله واحد باشد دارای یک شرط و جزا یا اینکه های متعدد باشد دارای شرط های مختلف جزای واحد یا دارای شرط واحد جزاهای مختلف و یا اینکه دارای شرط های مختلف و جزاهای مختلف اون چیزی که بیشتر محل بحث بود جمله هایی بود که شرط های مختلف داشت ولی جزای واحد در آنها ذکر شده بود و جزا هم بحث شد که یا قابل تکرار بود یا قابل تکرار نبود در هر دو صورت مباحث مطرح شد از جمله در صورتی که قابل تکرار بود در جلسه گذشته بحث کردیم که آیا با تعدد شرایط می شود جزاها را هم به صورت متعدد انجام داد یا نه می توانیم اسباب را در هم ادغام کنیم که با تجمع اسباب مختلف یک جزا برای همهشان انجام بدیم که از این بحث عنوان شد به تداخل اسباب خب این بحث رو ما طبق قاعده بحث کردیم و در آن اشاره شد که قاعده اقتضا می کند که در صورت تعدد شرط جزا هم چون قابل تکرار شدن هست باید متعدد بیان متعدد آورده شود به هر مقدار که شرط استقلال در سببیت داره به همون مقدار هم جزای آن باید محقق شود تا اینجا بحث تمام شد در تنبیهان دو تا نکته رو مطرح میکند یک بحث راجع به این است که حالا بر فرض این که تداخل اسباب صورت نگیرد و نظر نهایی ما هم همین شد که با تعدد شرط باید جزاهای متعدد هم آورده شود حالا یه بحث دیگه که پیش می این است که حالا نمی شود بین مسبب ها یعنی بین همون جزاهای متعدد تداخل ایجاد کنیم همه را در هم ادغام کنیم و به جای چند تا جزا یک دانه جزا را انجام بدیم که از این بحث تعبیر میشه به تداخل در مسببات که در این تنبیهان یک تنبیه همین است که باید اون رو بحث بکنیم که بالاخره اقتضای قاعده چیه آیا در مسبب ها باید تداخل بکنیم یا نکنیم در تنبیه دوم هم همین تداخل اسباب و مسببات از دید اصول عملی مورد بحث قرار میگیرد حالا قاعده اگر وجود نداشت اصل عملی چه حکمی میکند؟ آیا اصل عملی میگوید باید تداخل در اسباب داشته باشیم یا تداخل در اسباب نداشته باشیم؟ پس اول از تنبیه اول شروع میکنیم که فرض بحث را هم در اینجا کاملا روشن هست که تداخل در اسباب صورت نگرفته شرط های متعدد به عنوان سبب های مستقل متعدد وجود داره حالا ما هستیم که باید مسبب های مستقل و متعدد رو برای هر کدام از این شرط ها بیاوریم و معنای تداخل در مسبب هم همین است که ما در واقع به فعل واحد در مقابل اسباب متعدد اکتفا بکنیم یک عمل را به عنوان جزا برای همه شرط های مختلف انجام بدیم حالا در بحث تداخل در اسباب تداخل در مسبب ها یه تفاوت جزئی که وجود داره باید به اون توجه داشته باشیم و آن این است که در تداخل در اسباب از اول چند تکلیف بر عهده انسان قرار نمیگیرد. یعنی درست است که ما تعدد شرط داریم چندین شرط به عنوان اسباب مستقل مطرح هستند اما قبل از آن که هر کدام به عنوان یک سبب مستقل بر ما تکلیف را ایجاد بکند ما همه این اسباب را در همدیگر ادغام میکنیم با تداخل در اسباب در واقع یک تکلیف بر ذمه ما تعلق میگیرد برخلاف تداخل در مسببات که با تعددی در اسباب در واقع چندین تکلیف بر ذمه ما تعلق میگیرد ما باید به تعداد هر سبب یک وظیفه رو انجام بدیم حالا در تداخل در مسببات میایم بحث میکنیم که آیا این تکلیف های متعدد و جزاهای مختلف رو می توانیم تحت یک فعل اینا رو با هم ادغام بکنیم و بعد از تکلیف های متعدد به یک تکلیف اکتفا بکنیم یا نه لذا این بحث تداخل در مسببات این تفاوت رو دارد که ما بعد از آنه که تکلیف های متعدد بعضی ما تعلق گرفته است حالا میاییم هر کدام اینها را در دیگری ادغام میکنیم یا این امکان ندارد خب حالا در بحث تداخل در مسببات باید توجه داشته باشیم که این مسبب هایی که وجود داره و ما باید هر کدام رو جدا جدا به جا بیاوریم حالا نگاه میکنیم دقت میکنیم که این مسبب ها آیا در بینشان تفاوت وجود دارد یا نه همه اشتراک دارند تفاوت هم اگر دارند یک مرتبه است که هر مسببی اسمی دارد عنوانی دارد مسمایی دارد خب و این اسامی و محتوا و مسمه های هر کدام کاملا تفاوت هستند خب اینجا اگر مسبب ما از این قبیل باشد که اسم هر مسبب با دیگری تفاوت دارد مصمایشان هم کاملا با همدیگر اختلاف دارند خب اینجا دیگه بحث تداخل در مسبب مطرح نمیشه یعنی امکان ندارد که ما چندین مسبب دارای چندین اسم و رسم و دارای چندین مثلا ما را تداخل بکنیم در حالی که هیچ بچه اشتراکی بینشان وجود ندارد این از بس خارج هست یا مسبب هایی داریم که اینها در اسم شریک هستند اما در حقیقت باز همچنان بینشان تفاوت وجود دارد مثلا وقتی مسبب هایی داریم که بیان میکنه که ما در شرایط مختلف باید نماز های مختلف به جا بیاوریم در مثلا شبانه روز باید نماز یومیه به جا بیاوریم در صورت خصوف و کسوف و عوامل دیگری که نماز آیات رو بر ما واجب می سازد ما باید نماز آیات به جا بیاوریم و عوامل مختلفی که نمازهای مختلف رو برای ما به وجود می ما به این مسبب ها وقت نگاه می کنیم اسم سلات رو دارن برای همه نماز گفته میشه میگه نماز یومیه نماز آیات و نماز جمعه و خیلی از نمازهایی که این گونه در نماز بودن شریکن اما از نظر ماهیت با هم اختلاف دارند خب در صورتی که مسبب های ما از این قبیل باشند اسم با هم شریک هستند اما در محتوا با هم اختلاف دارد اینجا هم بحث تداخل مطرح نیست یعنی ما اینجا هم نمیتونیم بحث کنیم که آیا در این گونه موارد هم ما میتوانیم این مسبب های مختلف رو در هم ادغام بکنیم یا نه اینجا امکان نداره که ما ادغام قائل باشیم اما در یک موارد دیگهی که شرایط مختلف از ما یک مسبب مختلف رو اقتضا میکنه ولی این مسبب ها رو وقت نگاه میکنیم هم در اسم هم در ماهیت با همدیگر اشتراک دارن مثل غسل هست خب اینجا محل بحث هست که اگر ما شرایط مختلف داشتیم مثلا شرطی مثل جنابت بود شرطی مثل مصیمه بود شرطی مثل نظر بود این شرایط از ما خواست سه تا غسل انجام بدیم خب به این غسل ها که به عنوان مسبب سه و سبب مطرح هست نگاه میکنیم هم اسمشون با هم اشتراک دارن غسل گفته می شود هم از نظر ماهیت اینا با هم یکی هستن هر سه یک قسم غسل انجام میشه خب اینجا بحث می شود که بالاخره در یک همچنین مواردی میتوانیم این مسبب ها را با هم ادغام بکنیم یا نمیتوانیم خب حالا این قاعده رو باید اینجا پیاده بکنیم که اقتضای قاعده در اینجا تداخل مسبب هست یا تداخل مسبب نیست میگه وقتی ما به قاعده نگاه میکنیم قاعده اینجا حکم میکند که باید قائل به تداخل نشوید چرا به دلیل این که اسباب متعدد و تعداد خودش همونقدر مسبب مختلف و متعدد رو لازم داره و شرایط مختلف جزاهای مختلف رو لازم داره مگر در جایی که ما ببینیم بین دو تا سبب یا در جایی که دو تا شرط داریم مسببشون در یک مورد خاص با هم جمع شدن اینجا می شود به گونه حکم به کرد اما در غیر این مورد نمی توانیم حکم به در مسبب ها را داشته باشیم مثلا ما در روایت داریم به ما دستور میداد که مثلا تصدق علی المسکین یا مثلا تصدق علی ابن السبيل که وقتی شما به مسکین برخوردید باید به او صدقه بدید یا به صورت یک شرط دیگه بیان میشه که وقتی شما به ابن سبیل برخورد کردید باید به او هم صدقه بپردازید حالا این دو تا سبب مستقل داره دو تا مسبب مستقل هم لازم داره که باید دو تا صدقه بابت هر کدام جدا جدا بپردازیم حالا در یک مورد خاصی مورد پیدا شد که هم مسکین بود هم ابن سبیل بود و یک بار ما این صدقه را بهشون پرداخت کردیم حالا بحث میکنیم که آیا همین یک مقدار کفایت میکند یا نه اینجا میگه تداخل مطرح هست یعنی میشه ما به این مورد اکتفا بکنیم اما در جاهای دیگر هر جا هر سبب مستقل اقتضای مسبب مستقل داشت باید به تعداد اسباب همه مقدار مسبب رو محقق بسازیم این قاعده هست که این گونه بر ما لازم می سازه که تداخل در مسبب نداشته باشیم تا اینجا تنبیه اول تمام میشه تنبیه دوم درباره این است که ما تا هنوز طبق قاعده بحث کردیم که در صورتی که ما جمله شرطی متعدد داریم و جزای واحد هست و جزا هم به گونه است که قابل تکرار شدن هست بر اساس مقتضای قاعده بررسی کردیم که آیا تداخل اسباب و تداخل مسببات لازم می آید یا درست هست یا درست نیست که گفتیم در واقع قاعده اقتضا میکرد که نه در اسباب تداخل کنیم نه در مسببات تداخل کنیم حالا بحث دیگر در تنبیه دوم که مطرح می شود روی این موضوع هست که آیا بر اساس اصول عملیه که نوبت بعدی هست که اگر ما دلیل نداشتیم و نتوانستیم بر اساس قاعده وظیفه خود را مشخص بسازیم مجبور شدیم بریم به سراغ اصول عملی بر اساس حکم اصول عملی آیا می توانیم در همین دو مورد تداخل در اسباب و تداخل در مسببات چگونه عمل بکنیم که اینجا میفرماید بر اساس اصل عملی ما می توانیم در اسباب تداخل ایجاد کنیم چرا به دلیل اینکه ما وقتی دو تا سبب داریم یک مسبب را یقینا برای ما لازم می سازه که باید حتما یک مسبب رو به وجود بیاوریم حالا شک می کنیم که آیا علاوه بر این مسبب یک مسبب دیگری هم لازم هست که انجام بدیم یا نه اصل براعت که به عنوان یک از اصول عملی مطرح هست ایشان به کمک ما میآید آید می علاوه بر این مسبب واحدی که انجام دادید دیگه تکلیف نداری وقتی ما تکلیف دوم را برداشتیم در واقع حکم میکنیم که همه این دو تا سبب به عنوان یک سبب مطرح شده است که با یک مسبب در واقع وظیفه انجام شده است و دیگر ما وظیفه دیگری احساس نمی کنیم خب از این حکم یا از این اصل برائت فهمیده می شود که باید در اسباب تداخل کرد اما در مسببات وقتی نگاه میکنیم کنیم اصل در اصل عملی در تداخل در مسببات اینجا میگوید که نباید تداخل ایجاد کرد چرا به دلیل اینکه با تعدد در اسباب یقینا ذمه ما به تعدد در مسبب مشغول شده است ما یقینا میدانیم که وقتی دو تا سبب آمده دو تا تکلیف رو از ما خواسته است ما باید نسبت به هر دو تکلیف خلاصه فراغ ذمه پیدا بکنیم حالا اگر با انجام دادن یک مسبب شک می کنیم که آیا به اون تکلیفی که بر دوش ما تعلق گرفته بود عمل کرده ایم یا عمل نکرده ایم خب اینجا اصل عملی که اقتضا می کند این است که در صورتی که ما شک در امتصال داشته باشیم حکم میکنه که باید احتیاط بکنیم و احتیاط هم به این است که و اون یک مصداق یا یک مسببی انجام شده اکتفا نکنیم و مسبب دیگر را هم باید حتما انجام بدیم تا اشتغال یقینی فراغ زمه یقین رو به دنبال داشته باشد و بر اساس این اصل عملی بخوایم عمل بکنیم نباید تداخل در مسبب را داشته باشیم این هم تنبیه دوم بود که بر اساس اصول عملی بخواهیم تداخل در اسباب مسببات رو بحث بکنیم گفتیم تداخل در اسباب ممکن هست اما تداخل در مسببات امکان ندارد خب حالا عبارت که این مطالب رو برای ما بیان میکنه این رو خدمت شما تقدیم میکنم تنبیهان دو تا تنبیه و دو تا نکته رو در واقع اینجا در ادامه مباحث مربوط به مفهوم شرط بیان میکنه یک بحث یا یک تنبیه مربوط به تداخل مسببات هست خب ان البحث فی المسئله السابقه انما هو عما اذا تعددت الاسباب در مسئله گذشته بحث شد درباره این که وقتی اسباب متعدد شد یعنی شرایط جمله شرطی ما چند تا بود هر شرط به عنوان یک سبب مستقل مطرح می شدن فیتسا فیها اما اذا کان تعددوها یک تزیل مغایره فی الجزا و تعدد المسببات خب حالا سوال می شود در این گونه در این مسئله از جایی که تعدد اسباب اقتضای مغایرت در جزا و تعدد مسببات را داشته باشد که این تعدد اسباب برای ما حکم بکند که ما جزای ما هم باید غیر از همدیگر باشد جزا هم چند تا باشد و مسببات ما هم در واقع به تعداد اسباب مسبب هم باید متعدد باشد خب حالا سوال می شود که آیا چنین اقتضایی وجود دارد که به تعداد اسباب مسبب هم باید همون مقدار باشد مکرر باشد او لا یا چنین اقتضایی را ندارد فتداخل الاسباب تا اینکه این که این نداشته باشد ما اسباب را با هم تداخل در واقع بنشان ایجاد میکنیم و همه اسباب را در یک سبب قرار میدیم بعد یک دونم سبب برایشون انجام میدیم و یم بقی ان تسمى به مسئله تداخل اسباب و سزاوار هست که اینجا این نامش گذاشته بشود به مسئله تداخل اسباب خب و بعد الفراغ ان عدم تداخل الاسباب هناك در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مقتضای قاعده اسباب مستقل اقتضا میکنه که هر کدام باید مستقلا مورد توجه قرار بگیرد و اینا در هم ادغام نشوند بعد از اینکه فارغ شدیم از عدم تداخل اسباب در درس گذشته سزاوار هستیم که بحث شود این که تعدد مسببات چگونه است اذا کانت تشترک فی الاسم و حقیقت این مسببات هم در صورت بحث تداخل درش مطرح می شود که اینا هم در اسم هم در حقیقت و ماهیت خود اشتراک داشته باشند کل اخصال مثلا مثل غسل که غسل جنابت و غسل مسیمید و غسل نظر و غسل های دیگر همه اینها هم در اسم هم در حقیقت اشتراک دارن خب حالا بحث میشه که حل ها یک تفی عنها به وجود این واحد این لها او لا یک تفی یک دانه غسل انجام بدیم از همه کفایت میکند یا نمیکند که اگر کفایت کرد میگیم تداخل در مسببات اگر نکرد میگیم عدم تداخل و هذه مسئله اخرى غیر متقدم این مسئله دیگر است غیر از اون چیزی که گذشت خب این مسئله دیگر را نامش میگذاریم به مسئله تداخل مسببات و هی من ملحقات اولا که این مسئله از جزء زمیمه های مسئله اول میشه ما اونجا وقت ثابت کردیم که تعدد اسباب اختزا میکند تعدد مسبب را حالا اینجا میاییم همین تعدد مسبب را به عنوان یک امر مستقل بحث, بحث میکنیم و تو فیها ایضا عدم و تداخل حالا اینجا هم تداخل مسببات رو بر اساس اقتضای قاعده مورد بررسی قرار میدیم وقتی نگاه میکنیم اصل و قاعده هم اینجا میگوید که ما در مسببات هم نباید تداخل داشته باشیم و سر رو فیزالک علت این که ما نمیتوانیم حکم به تداخل بکنیم این است که سقوط واجبات متعدده به فعل واحد و این اتیب بهی به نیت امتصال جمعی هرچند ما مامون یک فعل واحد رو که میخوایم انجام بدیم نیت کنیم که تمام اون اسباب رو در واقع امتصال کرده باشیم این سقوط واجبات متعدد به فعل واحد یحتاج الى دلیل خاص این نیاز داره که از یک جای دیگر با دلیل خاص این مطلب رو ما به دست آورده باشیم که اکتفا میشود ما ورده فی الاخصال به اکتفا به غسل جنابه ان باقی الاغسال چنانچه ما در مورد غسل جنابت داریم که اگر غسل جنابت به گردن انسان آمد همین یک غسل را انجام بدیم از بقیه اسباب هم کفایت میکند و ورده ایزا جواز و اکتفا به غسل واحد ان اخصال متعدده و همچنین دلیل داریم که اگر یک غسل از غسل های متعدد غیر از غسل جنابت غسل های دیگری بر زمه ما آمده است حالا یک غسل انجام بدیم از دیگران هم کفایت میکند خب این چون دلیل داریم کفایت میکند اما و مع عدم ورود و دلیل خاص اما در صورت عدم ورود دلیل خاص باید بحث کنیم که اینجا چی فاین فا نه کل وجوب یک امتصالا خاصا به خب اینجا وقت نگاه میکنیم هر وجوبی اقتضا دارد که امتصال خاص به وجوب انجام بشود که لا یغنی عنه و امتصال الاخر که بی نیاز نمی کند امتصال دیگر از این وجوب ما یک واجب دیگر را امتصال کردیم به جای این واجب کفایت نمی کند و این اشتراکت الواجبات فی الاسم و الحقیقه هرچند واجبات در اسم و در حقیقت شنن با هم اشتراک داشته باشد بازم چند تا واجب چند تا عمل را از ما می خواهد نه قد یستس نامن ذالک یا یستس نامن ذالک ما ازاکان بین الواجبه نسبت العموم و الخصوص من وجه بله در صورتی این تداخل در مسببات درست هست که بین دو تا واجب نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و بعد و کان دلیل و کل منهما مطلقا بل اضافه الا مورد الاجتماع و نسبت به وجه اشتراک که هر دو دلیل در یک مورد با هم اجتماع میکنه هر دو دلیل در اینجا اطلاق داشته باشد اینجا ما می توانیم در همون مورد اجتماع در واقع وقتی به یک مسبب عمل کردیم از مسبب دیگر کفایت می کند خب ولی در جای دیگر نه کما از قال مثلا تصدق لا مسکین و قال سانی تصدق ابن سبیل خب دو تا دلیل دو تا شرط داریم آمده از ما تصدق را خواسته و این تصدقی که بر دو فرد باید انجام بشه هم بر مسکین هم بر ابن سبیل حالا هر دو در یک جای بر یک فرد تطبیق شده است و جمع العنوانین شخص واحد در, در یک شخص واحد هر دو عنوان ابن السبیل و مسکین که جمع شود به کان فقیرن و ابن سبیل ف... فاین نتصدق علیه یکون و مسقطن لتکلیفن اینجا اگر ما یک دون صدقه به این شخص بدیم در واقع هر دو تکلیف رو تونستیم ادا بکنیم اینجا تداخل در مسبب درسته اما در خارج از این که ما و فقط در اون دو تا دلیلی که اون مخصوص وجه هستن اما فقط در ماده اجتماعشون این تداخل پیش می آمد در موارد دیگر این تداخل در مسببات صحیح نبود این تنبیه اول بود که در واقع برای ما بیان داشت که در مسببات هم قاعده حکم می کند که ما نباید تداخل داشته باشیم بلکه به تعداد اسباب باید همون مقدار مسبب های متعدد را به جا بیاوریم فقط یک استثنایی که داشت و استثناش هم این بود که اگر بین دو تا دلیل عموم خصوص منوج بود چون در عموم خصوص منوج یک ماده اجتماع دو تا ماده افتراق داریم اگر در ماده اجتماع این دو تا دلیل ما آمدیم مسبب واحد را انجام دادیم از دو تا مسبب کفایت می کند اینجا تداخل درسته اما در غیر این موارد دیگر ما چنین حکمی نداریم اما تنبیه دوم درباره این است که بیاییم همین تداخل در اسباب و تداخل در مسببات را بر اساس اصول عملی مورد بررسی قرار بدیم طبق قاعده گفتیم که نه تداخل در اسباب درست نه تداخل در مسببات جز مورد استثنایی که داشت اما بر اساس اصول عملی باید نگاه کنیم که تنبیه دوم هست که الاصل العملی فی المسالتین در این دو تا مسئله تداخل اسباب و تداخل مسببات اصل عملی چوک می‌دارد؟ میفرماید که مقتضای اصل عملی در صورت شک در تداخل اسباب مقتضای اصل عملی هوت تداخل اینه که ما باید حکم به تداخل بکنیم چرا در حالی که ما بر اساس قاعده حکم به تداخل نمی چطور شد که بر اساس اصل عملی ما این حکم را میتوانیم. لان تاثیر از سبب این فی تکلیف این واحد متيقن چون فرض اینه که ما دو تا سبب داریم خب یک دانه سببش که متيقنا بر ما تعلق گرفته است باید یک دونه مسبب رو ما انجام بدیم این که جای بالاخره چاره ای نداره و شکفی این نمه شک فی تکلیف ثانی زائد حالا یک دونه مسبب رو انجام دادیم بعد شک میکنیم حالا علاوه بر این مسبب یا بر این تکلیفی که انجام دادیم تکلیفی زائد و اضافه تری دیگه هم بر دوش ما آمده یا نیامده است وقتی ما چنین شکی را داشتیم ول اصل فی مثل شک در تکلیف اصل این است که شما تکلیف ندارید زمه شما بری هست و براعت زمه دارید بنابراین به همون یک دانه تکلیف عمل میکنیم و از تکلیف دوم بالاخره خود را برای اون زمه میسازیم این اصل عملی اقتضا داشت که ما تداخل در اسباب رو قائل باشیم در واقع یک دانه, مسب... یک دانه سبب را مؤثر دانستیم و برای اون هم یک دانه مسبب را انجام دادیم این اصل عملی اقتضای تداخل در اسباب را داشت و به عکسی فی مسئلت تداخل المسببات اما به عکس اون تداخل در اسباب ما در مسئله تداخل مسببات میگیم اصل چیه؟ اصل عملی اقتضا میکند که تداخل صورت نگیرد فا این الاصل یقتضی فیه عدم و تداخل کما مرت الاشاره اله چنانچه که اشاره شد به این که اصل اقتضا میکند که تداخل صورت نگیرد چرا؟ و بعد ثبوت تکالیف المتعدده به تعدد الاسباب حالا چون بحث اینه که ما تعدد اسباب داریم چندین شرط هر شرط به عنوان سبب مستقل تکلیف را بر ذمه ما،, ما قرار میدهد خب این رو که مشخصه و یقین داریم که تکالیف متعدده با تعدد اسباب بر ما تعلق گرفته و ثابت هست یشک و سقوط تکالیف ثابته حالا شک میکنیم که این تکلیف های متعدده که بر دوش ما آمده بود آیا اینا ساقط شده یا نشده لو فعل فعلا واحدا اگر یک فعل را انجام بدیم یا یک مسبب را انجام بدیم شک میکنیم که آیا همه اون تکلیف ها از دوش ما برداشته شد یا برداشته نشد خب به اصل عملی نگاه میکنیم مراجعه میکنیم و مقتضای قاعده در مثل این گونه موارد اشتغال هست دیگه میگه که نه هنوز ذمه شما براعت پیدا نکرده و باید این کار را انجام بدیم به معنا این که اشتغال یقینی استدعای فراغ یقینی دارد پس اکتفا نمی شود به فعل واحد در مقام امتصال اینجاست یک دانه امتصال انجام دادیم بابت همه کفایت نمی کند باید به تعداد اسباب به تعداد اون اشتغال ذمه که داشتیم باید فراغ ذمه پیدا بکنیم و فراغ یقینی هم تا پیدا نشده است از تکلیف نمی دست برداریم که در واقع منظور همین شد که باید به تعدادی اسباب مسبب رو هم باید انجام بدیم تداخل در مسبب بر اساس اصل عملی درست نیست خب این هم خلاصه درسی که در این بحث مطرح شد و با این بحث در واقع نخستین مفهوم مخالف که مفهوم شرط بود تمام شد و با همه مسائلی که داشت انشاءالله در جلسه دیگر دومین مفهوم رو مورد بحث قرار میدیم که مفهوم وصف خواهد بود تا آن زمان شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته